دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید توی جلسه قبل ما در مورد علم ریاضیات و اهمیتش و متغیرها و عبارات ریاضی حرف زدیم فکر میکنم متغیر ریاضی مبحثی هست که همچنان جا داره ما بهش وقت بیشتری اختصاص بدیم و بررسیش بکنیم برای بررسی بیشتر متغیر ریاضی با یه مثال شروع میکنیم فرض بکنید که من یه دانش آموزم و ایام تابستونه و من دوست دارم یه درآمدی برای خودم داشته باشم برای این کار ما رفتم توی رستوران و به عنوان پیشخدمت کار میکنم کارفرما هم به من گفته که من هر ساعت به تو 500 تومن میدم انعامی که در طی اون ساعت هم دریافت میکنی مال خودته پس درآمد هر ساعت من میشه بچه ها میشه درآمد ثابتم که کارفرما توافق کرده که 500 تومن باشه و همینطور انعامی که در اون ساعت دریافت میکنم خب پس درآمدی من میتونه تغییر بکنه چرا چون رستوران در ساعتهای مختلف روز تعداد مشتریاش عوض میشه و میزان انعامی هم که من از مشتریا دریافت میکنم میتونه عوض بشه مثلا یه ساعتی که ساعت ناهار تعداد مشتریا بیشتره و منم احتمالا انعام بیشتری دریافت کنم فرض بکنید توی ساعت نهار انقدر من تعداد مشتری رستوران زیاد بوده که من تا 500 تومن انعام افزایش بده کرده پس اگر یه ساعت ناهاری وجود داشته باشه که انعام من توش 500 تومن باشه انعام هم 500 تومن بوده درآمد ثابت هم, هم, 500 تومن بوده اون موقع درآمد کلم میشه 500 تومن درآمد ثابتم به اضافه 500 تومن انعام که درآمد درنش کل درآمد اون ساعت هم میشه 1000 ولی همیشه ساعت نهار نیست متاسفانه یه ساعتی هم هست که نه ساعت نهار نه ساعت شامه و مشتری کمترن درچه چه انعامی هم که یه پیش خدمت دریافت کنه کمتر میشه مثلا یه ساعتی مثل سه و چهار بعد از آن ممکنه مثلا فرض کنید ساعت سه تا چهار انقدر تعداد مشتری ها کم بوده که من فقط پنجاه تومن انعام دریافت کردم در نتیجه درآمد اون ساعت من میشه 500 تومانی که کارفرما گفته به صورت ثابت هر ساعت به من میده به اضافه اون 50 تومانی که انعام دریافت کردم که کل درآمدم میشه 550 تومان خب چیزی که میبینیم اینه که انعام من میتونه میزان متفاوتی داشته باشه هر ساعتی میزانش تغییر میکنه پس انعام از اون جایی که میتونه مقادیر متغیری داشته باشه میدونیم که دیاد گرفتیم که میتونه متغیر ریاضی باشه چرا؟ اصلا کلمه متغیر از تغییر کردن میاد و متغیر ریاضی یعنی نمادی یا مقداری که م... یعنی نمادی که مقدارش تغییر میکنه مثل انعام که اینجا مقدارش تغییر میکنه پس انعام یه متغیر ریاضی حالا شما از من پرسید که قرار شد ما سفرمون به زبان ریاضیات باشه اگه من بخوام درآمد هر ساعتم اگر شیما بخواد درآمد هر ساعتش رو به عنوان پیشخدمت پیش خدمت به زبان ریاضی بگه وقتی که میدونه انعام متغیر ریاضیه آیا همین که بنویسه 500 به اضافه انعام کافیه من میگم میتونه کافی باشه ولی متاسفانه دو تا مشکل عمده داره یکی که نوشتن انعام طولانی و سخته و آدمیزاد عادت داره تا جایی که میتونه کار راحت تر بکنه دوم که اصلا هدف زبان ریاضیات همونطور که تو دو جلسه دوم بررسی که زبان مشترک باشه ما اگه بنویسیم انعام احتمالا فارسی زبان ها و همینطور عرب که عربی صحبت میکنن میتونن متوجه بشن که ما چی نوشتیم غیر از اون آدم دیگه مشکل خواهند داشت و هدف ریاضیات و علم ریاضی اون که زبان مشترکی ایجاد بکنه پس به جایی که ما بنویسیم انعام و به جایی که هر متغیر ریاضی و اسم فارسی رو بنویسیم یه توافق ایجاد شد در زبان ریاضی که بیایم از حروف الفبای انگلیسی استفاده کنیم چرا چون تعداد آدمای بیشتری در سطح دنیا با زبان انگلیسی آشنایی دارن و الفبای انگلیسی رو میشناسن و همینطور علاوه بر اون خیلی به صورت تدریجی و توافقی هم حرف, اح... حرف اکس حرف از الف با انگلیسی خیلی مورد استفاده قرار گرفت به جای متغیرهای ریاضی پس من اگه بنویسم 500 به اضافه X خیلی نمایش ریاضی بهتری برای درآمد هر ساعت من پس من اینجا بنویسم این درآمد ساعتی بهتره بگم کوتاه‌تر این یه جوری بیان ریاضی درآمد ساعتی من شد با, با درک اینکه که انعامی که من دریافت کنم یک متغیره و وقتی که بخوایم متغیرهای ریاضی رو نشون بدیم از حروف انگلیسی به خصوص x به صورت متداول استفاده میکنیم پس 500 به اضافه x شد بیان ریاضی با استفاده از متغیر ریاضی درآمد هر ساعت من. مرسی که تو این جلسه با من بودید توی جلسات بعد میبینمتون فعلا خدافظ